شنوندگان عزیز سلام و با درود فراوان به علی جان شو خوش اومدید. مری کریسمستون مبارک. امیدوارم که کلی کادو گرفته باشید. علی؟ بله. علی امروز کریسمس نیستیم، امروز اول ژانویه است. در زمان پشت سر برعکس شده. یعنی کریسمس نیست الان؟ خب اوکی، ببخشید بینندگان عزیز، من برم برگردم تا درست بشه همه چیز. با اجازه. چقدر پله داره اینجا. بینندگان جان عزیز سلام، مجدد سلام و درود فراوان. خب فکر کنم درست شد دیگه همه چیز. خب امیدوارم که سال نو شما خیلی به خوبی پیش رفته باشه، سال خوبی در پیش داشته باشید. من که یک کادو گرفتم برای سال نو، دوست عزیزم آقای میلاد تهرانی قراره که یه ماشینی که گرفتم و برام خورده درست کنه دیگه. خلاصه لاستیکاشو باید عوض کنیم و روغن بریزیم و نمیدونم چک کنیم و خلاصه این کادو رو به من داده، من باید برم مکانیکیش و کار کنیم رو ماشین. یه پنچرگیری هم می‌خوایم بکنیم در ضمن. اینم یه کادویی که من گرفتم. بریم ببینیم این برنامه چجوریه دیگه، این کادوم چجوریه. بریم بینندگان جان عزیز با ما باشید. بینندگان جان های عزیز سلام، به درود فراوان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ماشین رو یه تمیزی بکنم قبل از اینکه شروع کنم اینجا. بله دیگه، ماشین رو باید تمیز کنم، آوردم مکانیکی. خلاصه یادتون هست که این، بله بهش گفتم کجا استفاده میشه، گوش نکرد، اشکال نداره. خب بینندگان جان های عزیز روزتون بخیر، امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشید هر جای این شهر بزرگ مونترال که هستید، یا این کشور بزرگ کانادا، یا این قاره بزرگ آمریکا، یا این دنیای بسیار عظیم، یا این گلکسی، حالا هر چی. خلاصه امیدوارم خوب و خوش باشید. خب امروز اینجا اومدم در مکانیکی آتو تهران، مهمون عزیز ما آقای میلاد تهرانی هستن. آتو تهران خیابون سنجاک هست، کورنر خیابون ملروز تقریبا میشه و نزدیک NDG هم هست. خلاصه من سالهای سالی که اینجا ماشین رو میارم و امروز اومدم اینجا که با میلاد جان درباره زمستون سخت مونترال صحبت کنیم و ما چیکار میتونیم بکنیم که ماشین آماده بشه برای زمستون. مثلا میدونیم موتورش نیفته، اگزوزش نیفته، چرخا پنچر نشن، روغن تموم نکنید. خلاصه چجوری ما میتونیم در مصرف بنزین صرفه جویی کنیم. میدونید که خب بنزین تو مونترال خب گرونترین جای کانادا به حساب میاد. خب بینندگان جان عزیز حاضرید بریم با میلاد جان صحبت کنیم، بعدش ماشین رو ببریم. شاید من یه چیزایی درباره مکانیکی و عوض کردن چرخا و اینجور چیزا یاد گرفتم امروز، نمیدونیم چی میشه دیگه. بریم ببینیم چه خبره. پس ما بیاین. عزیزم میخوام امروز درستت کنم. بریم. به به، کافی هم که حاضر. و خب ببینیم اینجا شکلات بردارم برای بعدن. به بینندگان جان عزیز، خب میلاد جان سلام. سلام میلاد جان، چطوری؟ خوش اومدی. مرسی. خوب هستی علی جان شو؟ خوش اومدی. مرسی. حالت چطوره؟ قربونت. مرسی، ممنون. بسیار خوب. من امروز ماشین رو آوردم اینجا میلاد جان. بله. که یه خورده برای زمستون آمادش کنیم. چه خوب. آره، چون دفعه پیش من یادم آماده نکردم ماشین رو، بعد موتورش افتاد، آلترنیتورش با یه سیم وصل بود به موتور، به کاپوت و اینا داشت برای پشت خیابون میومد با ماشین و اینا. خلاصه چرخش میام، چرخم افتاد، شاکم خراب شد، توی پاتبول افتادم، نصف ماشین رفت توی اصلا یه چیز عجیب غریبی شد سال پیش. خلاصه امروز اومدم ماشین رو آماده کنیم، قشنگ زره بذاریم دورش. خب دورش. جای خوبی اومدی. من بله. کار میکنم که حتما ماشین آماده باشه برای این زمستون. بسیار خوب. میلاد جان یه خورده درباره آتو تهران برای ما یه خورده توضیح بده. چند ساله آتو تهران الان تو مونترال مشغول به کار هست؟ خودت چند سال اینجا کار میکنی؟ اصلا کی کانادا اومدی؟ یه خورده درباره خودت بگو. خب من سال 94، یعنی ژانویه 94 اومدم به مونترال. بعد دیگه از اون سن اینجا، خب از 13 سالگی اینجا بزرگ شدم و مدرسه تحصیلاتم رو اینجا انجام دادم. از تابستونا، خب پدرم هم میکانیک بود، تابستونا وقتی مدرسه نداشتم پیش بابا مشغول به کار بودم. خب میلاد جان پس من ماشین رو بیارم داخل که فکر کنم میخوایم لاستیکا رو عوض کنیم، روغن عوض کنیم، میخوام به من یاد بدی حتما چطوری این کارا رو من انجام بدم، چون من
همه چیز رو دوست دارم یاد بگیرم و خلاصه میدونی من پیچا رو دوست دارم خودم ببندم. چه خوب. آره حالا پیچی که نباید ببندیم امروز. یه 21 تایی باید ببندیم. خب باشه اشکال نداره. پس من برم ماشین رو بیارم. بفرمایید. حاضر اینجا آماده است برای علی جان. بفرمایید. باشه پس من برم. بفرمایید. بفا اشکال نداره گرفتمش، مسئله ای نیست، همش خوبه. خب اوه چی کارم کردی؟ سلام میلاد، میلادی آره. خب تو من آمادم. خب اینجوری اصلا میتونی نفس بکشی؟ نه. خب درش بیار، احتیاج نداره. روغن میخوام عوض کنیم، لاستیکو میخوایم میچاتش خاک باشه. نه نمیتونه توش خاک باشه. اگه خاک باشه موتور تو باید عوض کنی. تو موتور خاک نباید باشه؟ نه مسلما نباید باشه. درسته، من یه بار تو موتور به جای روغن آب ریختم. اون اشکال نداره. مطمئنی؟ اگه آب شیر باشه هیچ اشکال نداره. آب چیز بود، آبای معدنی خریدم از اون. آخه اون بده. پس من برم لباس رو عوض کنم، یعنی احتیاج نیست؟ نه برو ماسکت رو در بیار، حالا اینکت باشه اشکال نداره. اوکی باشه، اینک رو نگه میداریم. خب پس من برم ماسک رو دیگه در بیارم. میتونم بگی نفس بکشم. خیلی خوب بود. نزدیک بود به دارک ساید جوین کنی. از جوین شدم. با جوین شدی؟ آره. ولی بهشون گفتم که فعلا بذارین رو هولد. من کارو انجام بدم بعد دوباره میام. خیلی خوب. مگر نه هیچی دیگه. خب من بدون نیم تگ نمیتونم. من باید اسمم باشه یه جایی برای همین، برای خودم یه نیم تگ آوردم. اسمم بنویسم. بزن. کجا بنویسم؟ آ بزن اینجا بنویسم. آ علی جان. خب بین نیم تگ نمیشه میلاد جان. نه صد درصد قرباتی میشه. آره من باید نیم تگ داشته باشم. طرف راست مال تو. آره من خب مال خودم میذارم اینجا. خب آماده میرندگان جان عزیز، علی جان دیگه آماده است. خب اول میخوایم چیکار کنیم؟ روغن میخوایم عوض کنیم. اول روغن عوض میکنیم، روغن و فیلتر رو. خب هر چند وقتی بعد روغن عوض کرد؟ والا تعویض روغن بستگی به چه جوری استفاده از ماشین می‌کنی. خب اگه شما راننده هستی که زیاد به ماشین فشار نمیاری، خب 4.5 5 تا 6 میتونی روغن تو ماشین نگه داری. 6000 کیلومتر؟ 6000 کیلومتر. خب اگه راننده هستی که به موتور کلا فشار زیاد میاری، دور موتور رو بالا نگه می‌داری، خب استایل رانندگیته، هر جوری که هستش اونو بعد 100 درصد بیشتر عوض بکنی. خب منظور از فشار اینه که مثلا پاتو رو گاز خیلی می‌ذاری قشنگ ماشین. منظور از اینه که موتور دور بیشتری می‌زنه. اوکی. چون نظر من اینه که به کیلومتر اگه میشد بعد یه دستگاه میذاشتن دور موتور رو میسنجیدن چند دور موتور در مثلا ماه کار میکنه. درسته. به اون روغن عوض میکردن نه کیلومتر. چون شما میتونی 20000 کیلومتر بری ولی اوریج دور موتورت مثلا رو 5000 تا باشه، یا 20000 کیلومتر بری اوریج موتور رو 3000 دور باشه. اون روی کارکرد موتور و روغن خیلی تاثیر میذاره. بعد چه نوع روغنی باید استفاده بکنیم؟ روغن میگم روغنای معمولی هست، روغنای سنتتیک هست. به نظر تو چه روغنی برای ماشین خوبه؟ ببین من خودم شخصا خب دو تا ماشین دارم، تو یکیش سنتتیک استفاده میکنم، تو یکیش روغن معمولی استفاده میکنم. و دلیلش اینه که خب یکیشون ماشین خب هر روزی سوار میشم، ماشین پرفورمنسی نیستش. روغن معمولی هم مخارجش کمتره، همین که خب روغن خوب معمولی بریزی شما 100 درصد 5000 تا رو به راحتی میره. 5000 تا و من برای ماشین هر روزیم از اون استفاده میکنم. سنتتیک بیشتر برای ماشینه های پرفورمنسه، ماشینه ای که قدرت موتورشون بالاست، سیستم های کامپلیکیتدی دارن یا سیستم های سختی دارن برای موتور، دمای بیشتری تولید میکنن موقع انفجار. اونا رو روغن سنتتیک 100 درصد جواب خیلی بهتری میده. ولی بازم روغن سنتتیک رو من شخصا به دوستان همیشه توصیه میکنم بیشتر از 6 تا باهاش نرن. بیشترش. خب مثلا من خودم اگه دلم میخواد های پرفورمنس بشم میتونم مثلا خورده از این روغن سنتتیک رو مثلا با چای با قند اینا بخورم. 100 درصد میشه. آره همچین اصلا پرفورمنس تو میدوام میرم. دقیقاً مصرف بنزینت هم میاره پایین. راست میگی؟ عالی. چون مصرف بنزینم خیلی زیاد بوده این چند سال گذشته. سنم رفته بالا. خب حالا روغن رو کجا باید عوض کنیم مثلا؟ کجا هست؟ روغن چرا خاک گرفته ماشین؟ کجاست؟ روغن کارتر اینجاست. الان ظرف روغن رو میارم. ظرف روغن رو بیار ببینیم که
یه چایی درست کردم که لذت ببرید. این بال جوینت کجاست؟ من همش دنبال این بال جوینت بودم همیشه. بال جوینت خب اصولاً بعضی از مشابهات دو تا دارن یا میتونه 4 تا داشته باشن. خب. بال جوینت اصولاً پایین موتور، پایین به اصطلاح ایرانی خودمون میگیم سگ دست، پایین سگ دست میشینه. اسم دیگه‌اش انگلیسی اسپیندل میشه. اسپیندل. پایین اسپیندل میشینه. و اسمش فارسی سی بکه. خب به فارسی و کارش اینه که چون یه توپی یه بیرینگ تکیه با کمک میکنه که چرخ به راحتی بچرخه توی محورش. کارش اینه و باید همیشه سفت باشه، مگرنه هم لاستیک سابی پیدا میکنین، هم میزون فرمونتون از دست میره، همی که صداش آزار دهنده خواهد. آه مثلا بعضی موقع اینجا لاستیک بیشتر ساییده شده به خاطر اینکه بال جوینتش بال جوینت یا قسمتی از سسپنشن جلوبندی ماشین اشکال پیدا کرد. من موقع عوض کردن لاستیک رو اینا رو فکر کنم چک میکنین ها؟ 100% موقع تعویض روغن چیزایی که مثلا میتونه خطرناک باشه مثلا مثل بالجون جلوبندی ترمز یه نگاه سطحی همیشه خواهد شد که مطمئن بشه که مشتری یا اون دوست عزیز که میاد اینجا به مشکلی بر نخوره. خب چای نمیخوری؟ چای چرا؟ حالا بذار یه کارا رو انجام بدیم بعدم بخور. باشه. گرم میمونه چای، نگران نباش. آره میکروفون هم داریم داغش میکنه. خب اشکال نداره. حالا اینجا چک داری میکنی؟ چک میکنم ببینم مطمئن شم همه چی خوبه. فیلتر رو عوض کردیم، حالا فکر کنم می‌خوایم بریم موقع عوض کردن لاستیک دیگه، نه می‌ریم لاستیکا رو در بیاریم، ترمزات هم یه نگاه بکنیم. بسیار خوب، مطمئن شیم کفش و جورابش واسه زمستون خوب باشه. بله دقیقاً. لاستیکای زمستونی هم اینجا خیلی مهمه. 100% مهمه. قانونه. قانون گذاشتن خب این خیلی بهتر شد، چون خیلی خب توجه نمی‌کردن باعث مشکلات بیشتری میشد تو رانندگی. چون 100% لاستیک زمستونی از هوای 7 درجه سانتیگراد به پایین خیلی بهتر عمل داره به خاطر اینکه کامپاند نرمتری داره و کمک میکنه هم برای اکسلریشن هم برای استاپ کردن ماشین. تو بعضی مواقع حتی 10 تا 15 متر فرق استاپ کردن ماشین میتونه باشه. چقدر جالب. چون میدونم قانون قبل شده من فکر کنم 6-7 ساله که قانون شده یه چند سالیه. بله از 15 دسامبر شروع میشه. از 15 دسامبر. بله تا 15 مارچ. تا 15 مارچ. پس باید بینندگان جانهای عزیز به خاطر داشته باشن که باید اینجا از لاستیک های زمستونی استفاده بشه. حتما. وگرنه جریمه میشن. هم جریمه هم اگه تصادف بکنن بیمه ببینه لاستیک زمستونی نداریم بیمه بهتون تعلق نخواهد. همونجا تصادف سریع عوضش میکنه. همونجا سریع باید دیگه یعنی باید خیلی جنگی بگیم. خب پس بریم ببینیم لاستیک ها رو چیکار میکنیم. بزن بریم. شوخی بود. قوی هم بینندگان جانه عزیز. اصلا نگران من نباشید شما. خب میلاد جان من آمادم یکی از چرخ‌ها رو خودم سفت کنم. سفتش کن. باشه. ببین اگه خودم شروع کردم چرخیدن منو بگی. خب میگیرم ولی اول یه سوال، دست چپی یا راستی؟ من چپیم. دست چپ پس درست گرفت. دست چپ درست گرفت. آره چون اینطوری میگرفتم سخت شد برام. آره آره دقیقاً. بعد بالاش هم اینطوری بگیرم اشکال نداره. بالاش هم بگیر. برم برو تا وقتی که باز شد. دکمه شو برعکس. آه برعکس زدم. آره چیزه. آه اوکی. آره خب حالا بزنم. برو یکی دیگه. دست چپ حالا برو بالایی. زیگزاگی بعد بزنم. زیگزاگی بعد بزنم. زیگزاگی اسمش کراس اوور. کراس اوور. بعد کدوم یکی رو اینو بزنم؟ نه؟ اونو بزن. خب این دندونم هم درد میکرد. این دندونم هم میکنم برای اون یه چیز دیگه دارم. راست میگی؟ آره از این چیزای بزرگ از اون گراندرهای خوب که قشنگ یه اینجوری میکنی یه دندونتو کامل میبره. تمرکز دارم میکنم میلاد جان. چشم ببخشی علی جان داره کار میکنه. بفرمایید علی جان. میلاد جان جانم من یه فنر پیدا کردم. من
اینکه خودکارم فنراش از دست دادم، میتونم اینو ببرم برای خودکارم استفاده کنم؟ میتونی، ولی مطمئن باش این خودکارتو با زنجیر یه جا ببندی، چون این فکر کنم خودکارتو پرتاب بکنه به کره مریخ. مطمئنی؟ آره. خب حالا من میبرم ببینم چی میشه دیگه. باشه امتحانش کن. مرسی. جوابشو بهم بده لطفا. حتما. این چی علی؟ عوض کردی چایمو؟ نه دیگه، تو گفتی های پرفورمنس، میخوای من روغن سنتتیک ریختم توش. آه اوکی. باشه، نه اشکال نداره. خب شما یه لطف کن برو بشین تو ماشین، ماشین رو روشن بکن که بقیه روغناشو چک بکنیم. اوکی؟ اوکی هم. من اونو ریخته بودم که یادگاری روغن است اینجا ببرم. نه اشکال نداره، الان هورس پاور من بیشتر شده. میلاد جان خیلی مشکرم که اومدی. خواهش میکنم، مرسی از اینکه اومدی. اینطوری فکر نکنم بتونم برم بیرون ولی. نه، فکر کنم ماشین هم ناراحت بشه اونجوری بری بیرون. مرسی میلاد جان. خواهش میکنم. با ما باشید تا علی جان بعدی لبخند فراموش نشه. Join the dark side. I am your father. در نمیام. چرا در. نگران نباش من میتونم. من قبلا این کارو انجام دادم اون جلو در آوردم. چه در نمیاد. میلاد جان این نگیر دیگه فیلم در نمیاد. چه در نمیاد. اکسیژن همه چی میزونه. آره همه چی میزونه. مواد میبوشی رو زدی بهش؟ زدم. اوکی پس بریم بکش. اوه اونقدر بزرگ نبود، اصلا پنچر نبود. یه دبل چک میکنیم. نه اصلا پنچر نبود. اصلا پنچر نبود؟ نه. آها خب پس هیچ. خب حالا اگه پنچر بود. اگه پنچر بود که نیست. این بعد میرفت اون تو. خب که نرفت. سوراخو بیشتر گشاد میکرد که برای این آماده بشه. بعد اینو میکردین تو. اینو میکردم اون تو. فیتیلشو روشن میکردین. فیتیلشو شمعشو روشن میکردم. خب. بسوزه چو داغ میشه از اونور پف میکنه و خب بعد پنچرگیری انجام میشد، سوراخ حل میشد که دوست نداشت امروز با ما این دوست ما همراهی کنه. خب پس پنچر نبود. نه This one's for you.